السلام علیکم دوستان عزیز، با یک برنامه جدید از کانال یوتیوب افغان زینت خوش آمدین. امیدوار هستم که زندگی سرشار از صفا و صمیمیت در کنار خانواده هایتان داشته باشین. تشکر میکنم از تمام عزیزانی که کامنت های زیبا در برنامه های قبلی ما نوشته بودین. سلامت باشین. کسایی که جدید هستین حتما سابسکرایب بکنین و بیننده برنامه های ما باشین. عزیزان دل، امروز یک برنامه کم متفاوت تر دارم. آمادگی سفر است به خیر، که یک سفر خارج از امریکا داریم به خیر میریم. بینیدی ما باشین ببینین که کجا میریم و چی کارا رو میکنیم. ولی در این قسمت فقط آمادگی به خاطر سفر است. انشاءالله در قسمت های بعدی مکمل سفر ما را تعقیب بکنین و دنبال بکنین. خدا کنه که خستگان تمام نشه برای شما. بیننده باشین. چون فردا به خیر سفر داریم، امروز خواستم که یک دفعه پاکاری بکنم خانه را، چرا که اگر آدم از سفر بیایه و خانهش بی نظم باشه و ناپاک باشه دیگه بسیار احساس خوشایند نیست. باید تمام جای پاک باشه، منظم باشه که به فکر آرام بیایی. اما خستگی سفر که آمدی بکشی، نه ای که بچسبی به خانه و آشپزخانه. دیگه من خوش دارم که هر جایی که میرم، چی سفر کوتاه باشه چی طولانی، یا حتی که به یک مهمانی هم برم، ما از امو صبحش میخیزم و خوب یک پکوری منظم خانه و حمام و همه جایم میکنم. بعدن باز طفلا را حمام میتم و لباسشان را میپوشانم و خودم آماده میشم. دیگه باز میریم بخیر هر جایی که باشه. دیگه امروز هم به خاطر سفر خود کل جای تمیزکاری و پاکاری میکنم. دیگه یکان آمادگی یکان غذا را هم میگیرم برای شب. دیگه آمادگی دارم که لباسای خودم از شوهرم و از طفلکا را هم جمع بکنم. دیگه بخاطر که صبح وقت بخیر حرکت میکنیم، از او خاطر خواستم که یک روز پیش همه چیز آماده شوه و تیار باشه. زایت پایان شو. آره ترس هنوز آمون سایی که؟ آره ترس آه. اه ترس دیدی؟ پایان شو. پایان شو. زایت جان دیگه یک دفعه که دیگه از امو اتاق خود میبرایه و یک دفعه با مو مزیری خود شروع میکنه. امروی معلمش هسته.
دیگه یک دفعه اومد و یک کالجای چک کرد باز پس خیس رفت دیگه. دیگه ما اتاق رو پاک کردم و آشپزخانه رو هم پاک و تمیز کردم، همه جای صافی زدم. دیگه باز یک کمه گوشت سینه مرغ میگیرم و اخته میکنم که یک کبابک کمتر آجلکی به فرایر باز شو آماده بکنم که دیگه زیاد دیگه و جنجال چیزا نشه که ظرفم بششتن نباشه که سر شب بخیر استراحت بکنیم که صبح وقت بیدار شویم. دیگه قسمت های آخر کارم است که فقط یک روی فرشا رو هم یک پاک میکنم، جرو میکنم، باز بخیر میرم ترش ها رو البته جمع میکنم، ترشکن خالی میکنم که هیچ چیز به داخلش نباشه، که یعنی آدم مدت زیاد در خانه نباشه، باز خانه را بوی نکنه و خراب نکنه، اما تو کل چیز پاک و صفا کرده دیگه باید بخیر بعد طرف سفر خود میرم. دیگه بیننده ما باشین، انشالله که برنامه های خوب سفر خود میداشته باشم. کامنت بکنین و نظریاتتان بگوین از برنامه های ما، خوشتان میایه یا خیر، کدام برنامه های ما بیشتر دوست دارین که همون رقم برنامه بر شما آماده بکنم. بیشترین اوقاتی که ما از کامنت های شما نتیجه میگیرم بیشتر از پاکاری و از امی دیکور شما خوشتان میایه، از اون خاطرم ما به خواست دل شما از امی ویدیو آماده میکنم. باز هم میخوایم که ویدیوهای متفاوت باشه، چرا شما هم خسته نشین و ما هم از آماده کردنش خسته نشم. دیگه از اون خاطر سفر و چکر و تفریح و خرید و همه ای را در نظر میگیرم. شاید چندین بار ما از یک کباب آماده کرده باشم امروی گوشت سینه مرغ، یک کباب است که خصوصا کسایی که رژیم میگیرین فکر میکنم که بسیار برتان خوب است و کسایی که چربی پرهیز هستن همچنان برشان خوب است، چون ما در فرایر پخته میکنم، در هیر فرایر، که با می سینه مرغ پودر سیر و گشنیز خشک و مرچ سیاه، زردچوبه، روغن زیتون و ماست اضافه میکنم، میمانم شخته میکنم یک ساعت دو ساعت تا وقتی که نزدیک به پختن شد، باز به داخل امو فرایر خود مندازم و بر مدت 20 دقیقه پخته میشه، بسیار همونطور مزدار خوبش و گوشت هیچ خود شخ نمیکنه، گوشت سخت نمیسازه، خود همونطور جوسی و بسیار خوبش میایه. دیگه همی گوشتک خودم اخته کردم میمانم، دیگه ظرفک های خودم باقی ظرف های خودم میشویم. ما دیگه هر وقت که آشپزی میکنم یا هر کار که میکنم باز بسیار زود ظرف هایش میشویم، میم که زیاد نشه، چرا که اولاد های مادت دارن، اگر یک بسکیت هم برشان بتم باز باید یک دونه قاشق بگیرن و یک دونه بشقاب، یک دونه کاسگک بگیرن امروی از بشینن بخورن، اون امور رقم است که باز ظرف ما زیاد میشه. دیگه اونو توتک لیمورم که دیدین از امو باقی که مانده بوده که او رو به داخل ظرفشوی مندازم و پرگکایش یا ماشینک روشن میکنم کمتر خوشبوی لیمو برای دیگه سنک هم پاک میکنم که هیچ بوی نمونه، امرای سرکه و بیکنگ سودا انداخته میشه، دیگه آب به سرش اضافه میکنم و که پاک صفا شوه، هیچ ریزگی از گوشت یا سبزیجات نمونه تا که خراب نشه.
خب عزیزان دل آل دیگه کارم خلاص شد، آمدم که یک ذره بر خود هم برسم. یک مقدار یک ذره چوبه را همراه روغن ناریال یا کوکنت آیل یک جای میکنم، باز همراه ازی دیگه در دانای خود برس میکنم. این قدر ای ترکیب پاک کننده و صفا کننده دندان و بیره بوده که هیچ برتان گفته نمیتونم. بسیار یک چیز خوبش بوده، حتما تجربه کنین، حتما امتحان بکنین. یک چیز بسیار ناچیز، یک چیز بسیار کم که در خانه پیدا میشه، روغن ناریال و زردچوبه. دیگه از میگک بگیرین و اینم تو مثل یک کریم دندان وار برتان بسازین و در دندانکایتان بزنین. ما فعلا به این کاسه که ماسکای خود جور کردیم باز برسام برسکای خورترک گرفتیم که خوب دیگه متر دندانا و بیرا و همه گیشه خوب پاک صفا ششته شوه. بسیار یک چیز خاص بوده، بسیار یک چیز خوبش بوده. به همه گیتان پیشنهاد میکنم حتما هم رای ازی دندانکایتان بشوین که متر سفید و پاک شوه. میشوی خدا؟ بشوی، بشق سرتا نیواز نکو هوا، بشق سرتا سرتا خوب قف بزن سرتا خوب قف بزن دیگه قف بزن، قف بزن نیه خود که آه، بشق جل بزن بچیم بگه جل بزن جل بزن میکنم بر بچیم Stand up, please. Please.
تشکر دوستای عزیز که تا حال امروه ما هستین. امیدوار هستم که خسته نشده باشین. دیگه تفلار هم حمام دادم و حالا آمدم که امو لباسا را جمع بکنم، بکس بخیر جورش بکنم. دیگه یکان کلاگک های جدید خریده بودم بر خودم، بر تفلا هم. دیگه اوگک ها را گرفتم جمع کردم و قط کردم. دیگه امرنگ هر کدامش میخواستم که بوت هم بگیرم، باز چون جای زیاد میگرف دیگه کوش کردم که با مو دو سه جوره بوت دیگه اکتفا بکنم. ام یک دانه بکس بر خود و یکی بر تفلا آماده کردم، جور کردم. بر تفلا همچنان تماما وسایل که ضرورت داشتن گرفتم. دیگه میفهمین که چقدر ضرورت است، از لباس گرفته تا به وسایل حمام و تا روی پاک و به همین شکل دوا که بسیار ضرور است که دوا کمی سفر داشته باشی، باید دوا یک تایلینول که حداقل به پیشت باید باشه. دیگه همه گی زیارت فکر کرده و چرت کرده که با چیز از پیشم کم نشه و فراموشم نشه. دیگه جور کردم بخیر، خلاص شد. دیگه اینال یکان گوشواره و لاکت و چیزایی که به لباس خودم ضرورت است اوگه کار هم میگیرم و بستش میکنم، میمونم. دیگه میرم باز تفلکای من خواب میتم که صبح وقت بخیر بیدار شون که سر منا وقت نشه. بخیر باز حرکت کنیم و بریم. دیگه شما هم منتظر برنامه های بعدی سفر ما باز باشین. باز هم سپاس که بیننده بودین. شما رو به الله پاک می سپارم. مرا هم اولادکای ما همچنان از دعایتان فراموش نکنین. الله حافظ و مددگارتان. بیننده برنامه های بعدی ما باشین.